دولت پاکستان طی قانونی ملیت سنی تندرو در این کشور را باطل می کند. در اولین مرحله از اجرای این قانون ملیت بیش از دو هزار نفر که بیشتر آنها از اعضای گروه های وحابی تروریست سپاه صحابه و لشکر جنگ های هستند به حالت تعلیق درآمده است. محمد احمد لدهیانوی رهبر سپاه صحابه و مولانا عبدالعزیز امام جماعت مسجد لعل در اسلام آباد از چهره های سنی تندروی مشهوری هستند که ملیت آنها به حالت تعلیق در آمده است طبق قوانین افرادی که ملیتشان به حالت تعلیق در آمده برای مسافرت به شهرهای دیگر باید از کلانتری محل خود اجازه دریافت کنند و حتی برای سفرهای درون شهری نیز باید هماهنگی لازم را با پلیس داشته باشند وزارت کشور پاکستان اعلام کرد نام 2081 نفر برای به حالت تعلیق در آوردن ملیت به سازمان ثبت احوال ارائه شده است فردی که ملیت وی به حالت تعلیق در آمده نمیتواند حساب بانکی داشته باشد یا زمین و خودرو خرید و فروش کند